سوئل چیگینی، اقوا فریاس، برو بریم. میگن تموم دوره شهر گور بابای کل این شهر. ببین گناهت خوشگلیته، من شما رو میبینم طوری میشم. میگن تموم دوره شهر گور بابای کل این شهر، اونایی که میگن شهر کنیم سر همینا رو میگه دیگه احتمالاً. دیگه چه سوزی هم در این ویالون بود که گفتیم شما نشنیدید ولی الان دوباره میگیم. باش این فاصله باکره نمونه، پرده ظاهر رو برداریم، زول بزنیم تو چشمای هم. کاش این فاصله باکره نمونه، برداریم پرده تظاهر رو برسیم. شاید این که اصلا دوریم و اینا، مثلا منم تو رو نمیخوام، تو هم منو نمیخوای، این پرده ظاهره اینو برداریم زول بزنیم تو چشمای هم. اوکی پرده ظاهر رو برداریم زول بزنیم تو چشمای هم، چی تو باطنمونه. رو پوست لطیفتون دست بکشم. بوسل این جمعی که میبنده یا یه عاشقانه که خیلی داره احترام میذاره، شما اینو نفهمیدم. الان بار دوم هستنم یه تیکر گوش میدیم دیگه، ولی یا داره به فناش میگه جمع میبنده. یعنی اون فاصله هم شاید منظور این باشه که بتونه اجرا بذاره و فناشو ببینه، متوجه ای؟ هر جا بگی میام سه زور سه شب، من اینجام برای شما حبس بکشم. اگه دروغ میگم کورش عزیزم، اگه دروغ میگم کورش عزیزم، اون کسی که عزیز منه کور بشود اگر دروغ بگویم، ته قسمه. این شکلی که اقوا اینجا داره، این خودش ساختار شکنی هم فریاد. و این خیلی برام سواله که چرا اینه، چرا اینجوریه. دست خودم نیست، اگه میدم گوش به غریزم. نگه من از اقوای پاچی. دست خودم نیست، اگه میدم گوش به غریزم. من اصلا احساسی نیستم، همراه ملماسه، جوشکاریم با تماسه، توفان میشم نماسه، گرمی ها چشم تماسه، توفان میشم نماسه، توفان شن مثلا نی؟ نماسه، توفان میشم نماسه، آها، جوشکاریم با تماسه، آه، جوشکاریم با تماسه، جوش میدم معامله و اینا رو، اینجوری داره بازی میکنه، توفان میشم نماسه، قرقاتی میکنم اگه این نماسه، میدونی؟ اون ماسیدنه که برسه یه چیزی به. اوکی اوکی ماسه، جوشکاریم با تماسه، تماس توفان میشم نماسه، گرمی ها چشاتون عکاسه، جمعمون جمتر حواسه، شل کرد جمعمون جمتر حواسه، حواس جم. اوکی نماسه، گرمی ها چشاتون عکاسه، جمعمون جمتر حواسه، شل کردیم ولی بنده صفر، خال میزنم و غناسه. اوها نشونگیری قوی، چه ویژوالایزری داره، چه لیریک ویدیویی داره، چه تمیز، باریکلا باریکلا. من اصلا احساسی نیستم، نه امرام ملماسه، اوکی جوش کاریم با تماسه، تماس توفا میشم نماسه، نماسه درمیه چشاتون اکاسه، اکاسه جمعمون جمتر حواسه، حواس شل کردیم ولی بند آسف، خال میزنم و غناسه، شل کردیم ولی بند آسف. سربازه در حال میگه بند رو صف کردم، بند پوتین رو صف کردن استاره از وارد جنگ شدنه. ما این سربازیم که بند صف، یعنی هر وقت بخوایم آماده به انجام عملیاتیم ولی الان شل کردیم، اوکی به وقتش خال میزنیم. تق تق جلو لنزا سکتت، فکت قریبه با فکتت، ای فکتت، فکت قریبه است با فکتت، حرفی که داری دروغه دیگه، اکتات جلو دوربینه داری فیلم بازی میکنی، میگی تو بند زبونت میشه بند زبونت تو جمع زنونه، من بیتارا می فکتت، میگی تو بند زبونت میشه بند زبونت تو جمع زنونه، من بیتارا میشه بند زبون، میگی تو بند زبونت، یعنی نمیتونی خیلی حرفا رو بزنی تو بند چی؟ با فکتت، میگی تو بند زبون، میگی تو بند زبونت نمیتونی هر حرفی رو بزنی تو بند، چه فکر کنم بند زندانه یا مثلا بسته شده. بچه‌ها میگن صدا رو بیشتر کن، یاد قواش خب اونت میشه بند زبون، میشه بند زبونه تو جمع زنونه، من تو جمع زنونه، اکت منو تو جمع زنونه بازی میکنی میشه بند زبونه یا بند اومدن، یعنی دختر میبینی میری تو نقش و فیلم و اینا، منظور اینه. من بیتارا میکنم پوستشو رب کردنم، من مردونه میریز دندونت و پشت فرمونت، واسه قیصر رو نگیر سمت ما، بند میاد زبونت قربونت، بند میاد زبونه، چقدر کش اومد. اوکی برا زورکست کنار گلدونه سردخونه،
سانس جوره چون حرفاتون سانسوره اسطوره پشینم تستی میزنم اسم کنکوره. حاجی چقدر خوشگله، لیریک ویدیوش چقدر تمیزه. سانس جوره چون حرفاتون سانسوره اسطوره پشینم تستی میزنم اسم کنکوره. سانس جوره چون حرفاتون سانسوره، یعنی میتونید مجوز یا داره پاپخونا رو میگه یا اشاره به این داستان مجوز گرفتنه دیگه. من قلمم پر زوره، یعنی لفظم کمونه، کنن کار خودم هم تمومه. آها حواسم نباشه لفظم کله خودم به باد میده. اوکی ببین بیبی نمیخوام خیلی بذارم رو پانچا دیبی، ولی اینجا رپ فارسیه خب نه تاپ نه چیبی. اوکی اقا پانچ انگلیسی نگید. اوکی من قلمم یاز دایش یا دایشتر یا تو متنام میرم با دانشور از جلال آل احمد داشتر. حالا آها اسم کتاب رو اینجا گفته، جلال آل احمد هم که یکی از شاعرهای خفن. میرم با دانشور، سیمین دانشور که یک نویسنده است فکر کنم، نه اونه سیمین دانشور که میگه یا کلمم از دایشی یا دایشتر بکوشم و وحشی، یا میرم با دانشور با دانش بازی میکنم. فهمیدی؟ دایش یا دایشتر یا تو متنام میرم با دانشور از ای با دانشور دانشور ای جلال آل احمد داشتر. حالا من نمیخوام بیادب شم توی گالیور شو، یهو دیدی بالا پایینت کابینت شد، یهو دیدی حتی بدخواد فامیلت شد. اوکی منظور داره نگاهت، برو مردونه گیم به کامت اصلا به این بروی فرشید برو شد. منظور داره نگاهت، برو مردونگیم به کامت از مردونگیم به کامت شیرین کام باشی مردونگی رو برو داره مردونگیم به کامت. فهمیدی چی شد؟ اصلا بگو قدسایی دشمن من کیه، شمایی خدایی جون چیگینی بلده را رو کافیه ندی طلب ما رو حتی بخورم بچه ملانا رو بی کشور میده جاب سلام ما رو. روزی اینجا باید بودیم پاز برای فرز قبلی کپی رای بزنیم. چه لیریک ویدیویه، چقدر هم بود حاجی سویل چیگینی لیریکال، یعنی این متوجه ای؟ یعنی این سلام ما رو گل بارون میکنن قدم ما رو، چون تمیز رد میکنی مرحله ها رو، دست زنجان نمی قلم ما رو، ولی خب خوب پوست میگیرم کلمه ها رو، هر کی که با ادب دبه نمی کنه با سمت ما جغدن بیجیم قدنمه، تو خلاف لاف داره اف من ساکت بدون عجب کتنمه. وسط این کلمه ها رو داره در میاره، میشه اول اون یکی کلمه ها این قافیه که میگه درسته؟ کلمه ما رو ولی خب خوب پوست میگیرم کلمه ها رو، هر کی که با ادب هر کی که با ادبه ا افتاد بعد شد دبه، با دبه شروع شد با ادبه دبه اشو برداشتی و بعدی. اوکی دبه نمیکنه با سمت ما جغدن جغدن جش باز خورد این قدنمه، تو خلاف لاف داره تو خلاف لاف آ دوباره لاف شد بعد آفش. اوکی اوکی چه خوشگل داره اینو نشون میده. هر کی که با ادب دبه نمیکنه با سمت ما جغدن بیجیم قدنمه، تو خلاف لاف داره اف من ساکت بدون عجب کتنمه. آه چقدر خوشگل هاجی داره این کلمه رو جدا میکنه. اوکی ایمه تو میگیرم متقلب، حالا تو تقلب کن من قلبم لب میمه تو میگیرم چی؟ متقلب ملتفت نیم متقلبه میمه تو میگیرم، چون قبلا هم به سروش و اینا زده بود چیگینی دیسه ملتفه عبتا این که دیسی میشه متلک تیکه تو میگیرم متقلب، حالا تو تقلب کن من قلبم لب داخ متملق، تو با تملق میزنی من لغ لغ. بابا چی کار ده هی اوکی ببین معلومه دیگه نوشتش دیگه داره چیکار میکنه دیگه توضیح نره داره اف من ساکت بدون اج کتنمه، میمه تو میگیرم متقلب، حالا تو تقلب کن من قلبم لب داخ متملق، تو با تملق میزنی من لغ لغ نه چشم تمه بله رو چش میکنم نه تو دهن واجه ها ها وا این مدلی میزنم سر و تای تو شش ای مثل این واجه که سر تای اینا رو داره میزنه سر تای تو رو هم جنوزم. اوکی شکل هم باشیم ولی مثل هم نه، من ادبیات تو زنده کردم تو خارج از سلول با لول وول میخوری و من تو سلول با لول ول میگردم من آه آجی قلمو بگیر چی؟ اصلا احساسی نیستم امرام ملماسه جوشکاریم با تماسه توفان میشه. آرش اشاره میکنه که جلال آل احمد نویسنده بوده شاعر نبوده. اوکی نیستم امرام ملماسه ملماس جوشکاریم با تماسه
توفان میشم نماسه در میاد چشاتون از کاسه جمعمون جمعتر حواسه شول کردیم ولی بنده صفر خال میزنم واجی خیلی خوشگله فریاس قوی واقعا بهترین لیریک ویدیویی که تو تاریخ رپ فارسی ما داشتیم اصلا رو دست این لیریک ویدیو نداریم مرسی یزدی یزدی بود من یزدان خوندم نه خب یزدانه که آها اوکی فکر کنم شو خوندم بنازم فریاس اوکی قوی بود اونجا میخواستم بگم اونجایی که چیز کردم جلال آل احمد دیگه خب بابا ول کنید حالا شما هم به تاوتو ما ایران میگیرید میخواستم اونجا بگم همسر سیمین دانشور یه دقیقه اونجا که گفتم بذار نگم یه دقیقه به خودم شک کردم که شاید واقعا همسرش نبوده ولی خب اینجوری چیکار کرد با این چیکار صادق مناطق محروم داری به سوئل میگی بابا وای سوئل کجا صادق کجا اصلا دو تا چیز متفاوت هنگ چه ربطی به هم ندارن لیریکی خیلی قمقص اونجا که سر و ته اونا رو میزد میگه اینا کیان آخه حاجی رب به این خوشگلی آقایانی که دارید ما رو اذیت میکنید جلال الدین سادات آل احمد هستن روشنفکر سوسیالیست نویسنده منتقد ادبی و مترجم ایرانی اوکی ولی سیمین خانوم شاعر بود دیگه درسته؟ نه ایشون هم نویسنده بودن البته شعرم سرودن بله نویسنده و شاعر بوده اوکی لایو دیگه بعضی چیزا میره تو هم و بعد اشتباه این پیش میاد اون پیش میاد و اینا هم کلی چیز داریم یاد میگیریم دمتون گرم که اشاره میکنید به این داستان